سلام علی شیرازی هستم و امروز پنج شنبه دوم خورداد همراه شما به مرور مطالب منتشر شده در روزنامه های ایران میپردازم امروز هم روزنامه ها به شک رد صلاحیت اکبر آشمی رفسنجانی پرداخته و یادداشت ها و تحلیل ها و خبرهایی از واکنش های مختلف به این موضوع داشتند. روزنامه بهار در تیتر عکس خودش به انعکاس دو نامه که از سوی زهرا مستفوی، دختر آیت الله خمینی و علی متحری فرزند مرتزا متحری خطاب به علی خامنه در مورد رد صلاحیت حاشمی رفسنجانی نوشته شده پرداخته در پی اعلام اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان زهرا مصطفوی فرزند آیت الله خمینی در نامه‌ای به رهبری درخواست کرد که در تصمیم شورای نگهبان تجدید نظر شود بخشی از متن این نامه که روزنامه بهار آن را به چاپ رسانده بدین شرحه متاسفانه امروز که میبینم شورای نگهبان دست به رد صلاحیت ایشان برای ریاست جمهوری زده است خواهرانه تذکر میدهم که این کار هیچ معنایی جز فاصله انداختن بین دو یار آیت الله خمینی و بی توجهی به شوق و اقبالی که مردم کوچه و خیابان به نظام و انتخابات پیدا کرده است ندارد من مدعی نیستم که آقای هاشمی امروزی همان فرد دیروزی است زیرا این تغییرات در تک تک مردم در گذر زمان رخ داده است اما جدا شدن تدریجی شما از هم بزرگترین لطمه است که به انقلاب و نظام وارد می شود چنانچه آیت الله خمینی همیشه می گفتند این دو وقتی با هم باشند خوبند خواهشمند است در این امر مهم دخالت فرمایید و نگذارید که یک حرکت همه تلاش ها را خراب کند و نشان دهید که چرا آیت الله خمینی می گفتند ولایت فقیه برای آن است که نگذارد هر کسی هر کاری دلش می خواهد بکند و ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد خواهش می کنم فلسفه وجودی ولایت فقیه را یک بار دیگر عینیت ببخشید <applause> عذر مخوام. اطمینان دارم که این درخواست زبان حال بسیاری از دلسوزان نظام است که نگران وضع ایران اسلامی هستند و دلشان برای شنیدن تنین وحدت و همدلی در این کشور می تپد. علی متحری هم در نامه خطاب به رهبری درباره رد صلاحیت آیت الله هاشمی می نویسد درباره رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان به عرض می رساند این رد صلاحیت که با دو دلیل ناموجه،, ناموجه ناتوانی جسمی و نقش داشتن در فتنه سال 88 انجام شده است آسیب جدی به انتخابات آینده وارد خواهد کرد و هماسه سیاسی مورد نظر جنابالی را محقق نخواهد ساخت مستحصر هستید که با ورود جناب آقای هاشمی به صحنه انتخابات چه شور و شوقی در میان مردم و چه امیدی در دل آنان به اصلاح امور و پیشرفت سریع کشور پیدا شد و با رد صلاحیت ایشان طبعا آن شور و شوق و آن امید از بین رفت پیشنهاد می کنم با حکم حکومتی در تایید صلاحیت ایشان زمینه تحقق حماسه سیاسی مورد نظر رهبری را فراهم آورید و محظور احتمالی لزوم اقدام مشابه درباره آقای مشایی موجه به نظر نمی رسد. زیرا قیاس این دو با هم قیاسی مع الفارق است و رد صلاحیت به, دل... به, دلیل داشتن گرایش های فکری غیر اسلامی کاری درست است اما رد صلاحیت به دلیل منتقد بودن کار نادرستی است اولی مشمول حکم, حکم حکومتی نمی شود و دومی مشمول می شود علی متحری همچنین در گفتگو با خبرگزاری مهر می گوید به نظر من تنها راه حل این است که رهبر انقلاب با حکم حکومتی آقای هاشمی را تایید صلاحیت کنند و این دور از ذهن نیست چون آقای هاشمی پس از ثبت نام به ایشان گفته بودند اگر شما مخالف هستید من انصراف می دهم و ایشان گفته بودند من مخالف نیستم وی همچنین در واکنش به رد صلاحیت هاشمی می گوید روی کرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها بیشتر سیاسی بود تا اعتقادی وی همچنین با اشاره به عملکرد هاشمی در سال 88 میگوید درباره فتنه 88 هم در آن مناظره کذایی به آقای هاشمی و خانوادهش تهمت هایی زدند و وقتی ایشان درخواست وقت از صدا و سیما برای دفاع کرد به او وقت ندادند و طبیعتا ایشان اعتراض داشت آیا این می تواند مجوز رد صلاحیت باشد با وجود آن همه سابقه و تجربه <applause> خبر دیگر روزنامه بهار این تیتر رو داره امید تایید صلاحیت در دولت قصه افشاگری ها و سرسختی های احمدی نژاد تمام شد احمدی نژاد دیگر احمدی نژاد روزهای افشاگری یا روزهایی که در حمایت از امثال مرتضوی در مقابل مجلس می ایستاد نیست دیروز بعد از ظهر عکس های اولین جلسه هیئت دولت پس از رد صلاحیت مشایی منتشر شد بدون حضور مشایی در حالی که مشایی در تمام جلسه های هیئت دولت طی چند ماه گذشته احمدی نژاد را همراهی می کرد و با او به میان خبرنگاران می آمد. تنها اعتراض رئیس هیئت دولت هیئت جنج، دولت جنجال برانگیز 8 سال گذشته و رد صلاحیت کسی که خود را چو او و او را چو خود میخوان یک جمله بود مشایی مظلوم واقع شد شاید سفار هرندی وزیر برکنار شده دولت نهم پیش از این از خالی شدن چنده احمدی نژاد آگاه شده بود که صبح روز سهشنبه و پیش از آشکار شدن نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان گفته بود احمدی نژاد دیگر قدرت تحریک مردم را ندارد در ادامه این گزارش آمده روزنامه ایران ارگان مطبوعاتی رسمی دولت اما واکنش متفاوتی به رد صلاحیت مشایی داشت. این روزنامه دیروز بی از کنار اعلام نام نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری گذشت. این روزنامه که تا پیش از چهارشنبه از نامزد دولت حمایت میکرد روز چهارشنبه در صفحه یک هیچ خبر انتخاباتی منتشر نکرد. حتی به رد صلاحیت مشایی نیز اعتراض نکرد. روزنامه شهروند وابسته به هلال احمر نیز که تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان حامی دولت بود ترجیح داد پس از حذف مشایی درباره انتخابات سکوت کند روزنامه وطن امروز و هفت صبح نیست در صفحه اول هیچ خبر انتخاباتی منتشر نکردند گویا برای این روزنامه ها بدون مشایی انتخابات ریاست جمهوری اهمیت چندانی ندارد تنها روزنامه خورشید بود که حتی پس از رد صلاحیت مشایی زنده باد بهار را تیتر کرد اما ایرنا خبرگزاری رسمی دولت بی اعتراض از کنار رد صلاحیت مشایی نگذشت این سایت اصر دیروز طی یادداشتی رد صلاحیت مشایی را حاصل مدتها صحنه سازی خواند اما به هواداران دولت بشارت داد جریان اصیل حامی دولت همواره در دلها باقی خواهد ماند روزنامه اعتماد هم برای تیتر یک گزارشی از یازدهمین جلسه دادگاه قضات متهم در جنایات بازداشتگاه کهریزگ انتخاب کرده و از اظهار پشیمانی متهمان در آخرین جلسه دادگاه خبر داده روزنامه اعتماد در تیتری یک امروز عذرخواهی سعید مرتضوی و علی اکبر حیدریفر از خانواده محمد کامرانی یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک را عذرخواهی دیرهنگام توصیف کرده این روزنامه از قول پدر محمد کامرانی نوشته که در یازدهمین جلسه دادگاه اتفاق جدیدی افتاد و آقایان مرتضوی و حیدریفر با ابراز ندامت درباره مرگ محمد من معذرت و پوزش خواستند، اما ای کاش این اتفاق در جلسات قبل رخ میداد به نوشته اعتماد پدر محمد کامرانی با تاکید بر اینکه ما غیر از این چیز دیگری نمیخواهیم گفت که محکومیت و حتی قصاص متهمان جنایت کهریزک که هم نمیتواند دل ما را آرام کند بلکه دل ما را میخراشد ما قسیل قلب نیستیم و نمیخواهیم اتفاق تلخی که فرزندانمان دچار آن شدند برای هیچ کسی تکرار شود به گزارش این روزنامه یازدهمین جلسه دادگاه جنایات کهریزگ نیز به شکل غیرعلنی روز چهارشنبه در حالی به پایان رسید که همه نگاه ها به قاضی سیامک مدیر خراسانی است و اینکه چه احکامی را برای متهمان این پرونده صادر می روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه در ابتدای یازدهمین دادگاه جنایت کهریزک سعید مرتضوی با قرائت لایحه دفاعی سی و خود به دفاع از اتهاماتش پرداخت نوشت که علی اکبر حیدری فرد دیگر مقام قضایی هم در دادگاه حضور داشت اما حسن زارع دهنوی معروف قاضی حداد داد در جلسه یازدهم دادگاه نیز حاضر نشد در این قسمت از برنامه توجه شما را جلب میکنم به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران روزنامه کیهان در تیتر یک امروز این موضوع را مورد توجه قرار داده بود نامزدها رأی شورای نگهبان را پذیرفتند آمریکا اعتراض کرد تیتر یک روزنامه ایران علاقه مندان بنده و آقای مشایی حوصله کنند. تیتر دیگر روزنامه ایران در صفحه اول قرزی 55 میلیون نفر به من رأی می دهند. روزنامه ابرار در تیتر یک امروز این موضوع را مورد توجه قرار داده بود. آمادگی ناجا برای برخورد با هاشی انتخابات تیتر دیگر روزنامه ابرار در صفحه اول وزیر دفاع شاهد امنیت و آرامش مثال زدنی در کشور هستیم تیتر یک روزنامه جوان حداد، حد اصولگرایان فقط با یک نام زد می آیند. دنیای اقتصاد تثبیت یارانه نقدی در سال 92 تیتر یک روزنامه اطلاعات هزینه های کلان انتخاباتی خلاف اخلاق و دین مداری است روزنامه تهران امروز ضرورت وزن کشی توان اجرایی کاندیداها ها روزنامه شهر هم در تیتر یک از قول اسحاق جهانگیری رئیس ستاد هاشمی رفسنجانی تیتر زده هاشمی هیچ اعتراضی نمی کند یک روز پس از اعلام اسامی نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری آنچه در کانون توجه قرار داشت پیگیری, وا... پیگیری واکنش دو نامزد شاخص رد صلاحیت شده و حامیان آنها بود افکار عمومی و ها منتظر بودند تا ببینند واکنش آیت الله هاشمی رفسنجانی و حامیانش به رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان چیست از سوی دیگر واکنش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به رد صلاحیت مشایی در حالی که پیش از این گفته بود مشایی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشایی در مرکز توجه قرار داشت علاوه بر آن تلاش هایی به صورت نامنگاری برای صدور حکم حکومتی رهبر برای تایید صلاحیت محاشمی به شورای نگهبان آغاز شد علاوه بر زهرا مصطفوی دختر آیت الله خمینی علی متحری نماینده تهران نیز در نامه خطاب به رهبری خواهان ورود ایشان به مسئله تایید صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی شد در همین خصوص در حاشیه جلسه علنی مجلس شنیده شد جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس از دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت در گفتگوهایی با یکدیگر در تدارک برنامه ریزی برای دیدار با هاشمی رفسنجانی هستند. این اخبار در حالی بود که روزنامه دولتی ایران برخلاف تمام رسانه ها در شماره روز چهارشنبه خود هیچ اشاره‌ای به بحث اعلام اسامی تایید شدگان و رد شدگان صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نکرد و ترجیح داد در این باره سکوت کند. از سوی دیگر تقریبا پس از سکوت خبری 15 ساعته بعد از اعلام خبر رد صلاحیت آشمی رفسنجانی رئیس ستاد انتخاباتی آشمی رفسنجانی اعلام کرد هاشمی رفسنجانی نسبت به رد صلاحیت خود هیچ اعتراضی نخواهد کرد تیتر عکس روزنامه شرق هم به نامه سید حسن خمینی به هاشمی رفسنجانی اختصاص داره. سید حسن خمینی در نامه ای پس از رد صلاحیت آشمی رفسنجانی به وی نوشته احراز صلاحیت جنابالی در نامزدی انتخابات ریاست جمهوری دل همه علاقمندان به شما و بخش عظیم از دلبستگان به آیت الله خمینی و دوستداران رهبر را به درد آورد بیشک سابقه شما از عوامل ارادت پیروان آیت الله خمینی به جنابالی است ولی برای من که توفیق آشنایی نزدیکتری را از روزهای دهه ش تا سالهای حاضر داشتم این ارادت تنها به سبب نقشهای بزرگ گذشته شما و علاقه زائد الوس و الله خمینی به جنابالی و فداکاری های به یادماندنی شما در سالهای مبارزه و انقلاب جهاد و سازندگی نیست بلکه علاوه بر همه آنچه گفته شد و همگان میدانند دانند جنابالی را از توانمندی هایی برخوردار یافتم که در کمتر کسی مشابه آن را می توانی یافت صبر و حوصله تا آنجا که گاه آدمی از این همه تحمل خسته می شود دوراندیشی و ذکاوت تا آن حد که در بسیاری از مواقع موجب شگفتی می شود تجربه و شناخت زوایای پیدا و پیدا پنهان جامعه ایران و دنیای خارج از کشور تا به آن وسعت که همگان حتی مخالفین شما و نظام نیز بدان معترفند همه و همه در کنار دل بیکینه شما ارزش مضاعف مییابد به خوبی به یاد دارم که چه زیبا درباره آنهای سخن می‌گفتید که با شما بدیها کردند من امروز چندان هم مکدر نیستم بلکه تا حدودی هم به عللی که بعدها معلوم خواهد شد خوشبینم و در حقیقت به آینده مانند همیشه امیدوارم و اکنون امیدی بیشتر یافتم ولی آنچه مرا از صمیم قلب خوشحال میکند به ای که گاه دلم می خواهد آیت الله خمینی و دیگر یارانش نیز بودند و این لحظات را می دیدند اقبال عمومی خارج از توصیفی است که زن و مرد، پیر و جوان، روستایی و شهری و در یک کلام اکثریتی قاطع از یکایک مردم این سرزمین پاک نسبت به شما پیدا کردند. روزنامه آرمان هم خبری داره در صفحه دو خودش از قول فرمانده نیرو انتظامی که از آمادگی پلیس برای برخورد با هاشیه های انتخابات خبر داده فرمانده نیرو انتظامی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری از آمادگی کامل دستگاه های امنیتی و نیروهای انتظامی برای ایجاد امنیت در زمان انتخابات خبر داد سردار اسماعیل احمدی مقدم در صبحگاه مشترک یگانهای نیرو انتظامی استان مرکزی گفت نیروی انتظامی آمادگی آن را دارد تا در دریان انتخابات با هر گونه حاشیه برخورد کرده و با منتقدان و متخلفان بر اساس قانون رفتار کند. به با اشاره به حوادث 88 تصریح کرد با توجه به آمادگی نیروها و دستگاه های امنیتی در کشور مطمئنن مسائل پیش آمده در انتخابات سال 88 تکرار نخواهد شد. فرمانده نیرو انتظامی گفت حکومت جمهوری اسلامی مشابه حکومت امام علی است با این تفاوت که ملت ایران با عبرت هایی که از آن زمان گرفته است صبورتر، مقاومتر و وفادارتر است وی با اشاره به نقش مخرب رسانه های بیگانه در برابر جمهوری اسلامی اظهار کرد امروز رسانه های رنگارنگ استکبار به ایجاد انحرافات دینی و ضربه زدن به انقلاب مشغولند و دشمنان از آن سوی دنیا برای تحریم های اقتصادی جمهوری اسلامی تصمیم میگیرند تا بر ایران فشار بیاورند اما آنها و متحدانشان در مقابل ایران زانو زدند احمدی مقدم رمز موفقیت ایران را تمسک به ولایت فقیه دانست و گفت پیامبر اکرم در واقعه قدیر خم اشاره فرمودند اگر میخواهید گمراه نشوید به قرآن و ولایت فقیه ملازمت داشته باشید و این همان کلید موفقیت در جمهوری اسلامی است وی با بیان اینکه در کشورمان عدهای مشرک اعتقاد دارند که ولایت فقی نباید بر ایران حکومت کند افزود افراد دیگر نیز هستند که میگویند ولایت فقیه باید در چهارچوب قانون باشد و ولایت مطلقه معنا ندارد اما همین افراد وقتی به مشکل برمیخورند توقع دارند ولایت فقیه با حکم حکومتی مشکلشان را حل کند اما مسافر ویژه امروز روزنامه قانون اسم نداره اما تیتر داره تیترش هم این است روزگار غریبی است اکبر آقا احسان پیربرناش امروز نوشته گاهی اوقات شرح اوضاع کمی سخت می شود مثلا همین حالا خیلی حرف ها توی دلم دارم که اگر بزنم سبک می شود اما ندایی از درونم می گوید شرح حال اضافه نزن پسر ببخشید که ندای درونم کمی بیادب است اما من به این نداهای درونی ایمان دارم و به رأیشان تمکین می کنم من به طور کلی آدم تمکین کنی هستم نگاهی به سویچ روی تاخچه می اندازم اما امروز حس و حال مسافرکشی کشی نیست. حس و حال خوردن صبحانه هم نیست. حس و حال رصد کردن اخبار سایت ها و خبرگزاری ها هم نیست. حس و حال عجیبی است نازنین. همسرم از اتاق بغلی داد میزند پس اسمش نازنینه چشمم روشن هی حال ندارم دستم به کار نمی و گند بخوره به این زندگی واسه این بود پس چشمم روشن چشم و دلم روشن یادم باشه رفتم توی کوچه سرمو بالا بگیرم آخه آقامون عاشق شده بذار برات کل بکشم بی سر و صدا نباشه جشنتون دستت درد نکنه مرد این بود قل و قراری که با هم گذاشته بودیم این بود عشقی که ازش دم میزدی میزن از زیر گریه این بود جواب یک عمر مهر و محبت من گفتم یک عمر عزیزم ما شیش ماه نیست ازدواج کردیم گفت چشتو تو بگیره مرد تو همین شیش ماه بنزه یک عمر بهت محبت نکردم حالا تو جرأت داری بگو زنها معمولا سوالهای میپرسند که جوابش در آن مستطر است گفتم عزیزم این یک بخشی از شعر بود که منم تغییرش دادم و شد این مزخرفی که گفتم بی خیال تو جون عزیزت اصلا حوصله ندارم گفت تو هیچ وقت حوصله نداری عشق حالتو با نازنین جون میکنی بی حوصلگی تو میاری واسه من اصلا چرا تو شعرهای شما مردها همش اسم خانوم ها مطرحه؟ چرا بی دلیل؟ پریدم وسط حرفش رو گفتم به هر حال ما یک سری محدودیت هایی در روابط با مردها داریم که امیدوارم درکش کنی گفت یخ نکنی بیمزه گفتم حالا مثلا بگم روزگار قریبی است از خیالات راحت میشه گفت معلومه که نه اصلا چرا از خراقا گفتم چون اکبر آقا سری به نشانه تأسف تکان داد و گفت همش دنبال هاشیه ای گفتم تا متن چی باشه گفت والا جلیلی هم بد گزینه نیست بلا بد گزینه نیست گفتم بیا بحث سیاسی نکنیم من اصاب ندارم یه چیزی میگم تو هم ادسم هم ناراحت میشی هم تو ناراحت میشه هم جلیلی پشت چشی نازو کرد و گفت قدر نمیدونیم به خدا دنبال یکی میگردیم مثل خودتون باشه هیز باشه بیچشم رو باشه اما این مرد آغاست 6 سال میره مذاکره هنوز سرشو بالا نگرفته که چشش به این زنی که بیروسری نیفته حالا اگه تو بودی گفتم آخ اگه من بودم اخ میکرد و بعد از کمی مکس گفت از من خوشگلتره با تعجب پرسیدم کی اشتون گفت نه بابا با اون چی کار دارم نازنین میگم میدونم شوخی کردی ها فقط میخواستم مطمئن شم دوباره میزن از گریه مگه من برای چی کم گذاشته بودم لعنتی و اما کارتون های انتخابی امروز کارتون محسن زریفیان در روزنامه اعتماد کارتون علی کاشی در روزنامه مردم سالاری کارتون کیوان زرگری در روزنامه شرق کارتون الک گستل در روزنامه قانون کارتون حمید صوفی در خبرگزاری ایسنا کارتونی از مانا نیستانی و کارتونی از احسان گنجی با عنوان خاک سپاری انتخاب. این بود بررسی روزنامه های امروز امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا فردا ایام به کام شب و روزتان خوش